نامید خدای مهربان سلام برنامه نوبت کتابخانه است و این نشری 60 برنامه کتابخانه است در مهمان ما هستند استاد برزا عبدالرزاقوف کارگردان شناخته توجیک استاد به برنامه خیلی خوش اومده امیدوارم یک صحبت آزاد یک گفتگوی آزاد در مورد کتاب و قدرت کتاب و تحولی که کتاب در ملت یا ملت ها ایجاد میکنند صحبت خواهیم کرد استاد سر اول بگویید که چه حال و احوال دارید و بعد این سفرهای طولانی حالتان چگونه است خوب سلام تشکر برای دعوتتان خوبم شکری خدا بعد از اون دو نمایش که حاضر ماندم یکیش نرفت چون هنرمندم بیمار بود و ما تا با آخر نتانستیم نمایش رسانیم و ماه مرد گذاشتیم اصلا اگر درباره این سال گیم اگر خب از یک طرف از جهت ایجادی سال خوب بود اما از جهت روحی اونقدر سال خوب نبود چون اگر گویم که تمام فکری من این سال در دو چیز بند بود اولا من ای منکورد که خیلی برایم سخت بود و حبسی دلیر امام علی و بعضی دوستانی من کارگردانی همچون کاری سنایپر است تو باید عنیق رسانی نشان به نشان اما دیدم که این سال خیلی پریشان است اون نگاه من و اون مشک میگن در نوکی میلتیق اون از من از دست میرفت من پریشان بودم و راستی کمی راگم زدم بودم چون نمیدونستم که دنیا کجا میرود و خواتر این جنگ سیوم جهانی و خواتر اون حالت روحی مردم حالت آسیای مرکزی و اصلا تاجیکستان در چی باید شود من نمیدونستم چون تئاتر پیشصف ایده ها باید باشد تئاتر بونت است میفهمید حالت اساسی تئاتر نه ترغیبی مثلا ایتیکا و استیتیکا است اصلا طبیعتی تئاتر بونت است میفهمید و اگر تو از دنیا خالی باشی اون حال چه حاجت است که تو در تئاتر کار میکنی اگر اون حالتی بونت نداشته باشی در تئاتر کار کردن من فکر میکنم حاجت نیست بلکه از مهمونی مثلا سرک تو چه فرق داری که اونم میبیاد بازی میکرد و تماشابین میخنده و قرصک میزند تا هم میبرید دو سه جمله گپ میزنی تماشابین میخنده و گپ میزند تئاتر مؤسسه هست که یک جهانی هست که مسئله های مهمترینی باید جهانی بردارد مهمترین غیر از این تئاتر باید دوربین باشد باید ببیند که حالت امروزه و دیروزه و امروزه به چی آورده میرساند اگر این مسئله های تئاتر برداشتن نتوانست وای بر حال تئاتر چند وقت پیش یک نامه از کافکا به دوستش چرخ میزد یعنی در سن 18-19 سالگی به دوستش مضمون من این نامه را میارم وقتی که مکتوب میکند میگوید که ما کتاب هایی که ما را خوشحال میکنند نباید بخونیم چون این کتاب را خودمونم نوشته میتوانیم ما کتاب هایی را بخونیم که باید در ما یک تحولات یک دیگرگونی در مغز ما در اندیشه ما به وجود بیارد شما نظرتون به همین فکر چی است؟ من فکر میکنم که درست است چون ببینید که ما تربیه است من مسئله میدونید من کمی دورتر میرم خب خب سوالی شما چون دیروز با یک رفیق صحبت داشتیم و گپ درباره علم میرفت یعنی که پایه مثلا دولت علم است و معارف است و بله عرفان و مثلا معارف من گفتم نه پایه دولت پیش از همه اخلاق است اون چیزی که مثلا من و شما در این بابت صحبت میکنیم وقتی اینجا میامدیم همید
اگر اخلاق نباشد، ببخشید من باز میگم از سخنتون دورتر میرم، من اگر اخلاق نباشد اون علمی تو باطل است، اخلاق نباشد دینی تو باطل است، اخلاق نباشد صد کارگردانی گینیال باشیم اون معنی ندارد، اگر اخلاق نباشد صد معلمی دانشمندم باشی علمت و تربیت باطل است. همین. ما هر چیزی که میکنیم، هر کاری که میکنیم، خطای مادران است که ما همه چیز سبک میکنیم. فهمید؟ وقتی من کورسی یک در مسکو در کورسی آنتونی واسیل شفرس میخوندم، پروگرام درسی ما از ایتیوت ها سر میشد، یعنی که اون چیزای سبک سبک قرصک زدنی و گوش کردن و شنیدن و دیدن و فهمیدن و جواب دادن و چیزای عادی 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 که مثلا در همه پروگرامه های مثلا اینستای تئاتری هستن. اما آناتولی واسیلیچ گفت نه، گفت من با اینو کار ندارم، از گاملت سر میکنیم. همه گفتم برای چی از گاملت؟ گفت باید از بالا سر کنیم، اول دیدم از اون ایتالون اول مانیم و بعد از این بالا رویم. اون ایتالانی که ماند برای ما خیلی تاثیر بخش بود، چون از قدم اول ما از گاملت سر کردیم، یعنی از مهمترین اثری دراماتورگی، و تا به آخرین 5 سالی که ما درس میخوندیم اون ایتالان مانده شده بود برای ما، و بعد از این تالستوی بود و بعد از این دیکنز بود و بعد از این چخوف بود و بعد از این هر کاری که کردیم اون ایتالان پیش ما بود. فهمید. ما از اون سطح به همه چیز نگاه میکردیم، چون انالیز پایه فوندامنت اول، فوندامنت اول مستحکم بود. برای همه فکر میکنم که از این جهت ما نباید ترسیم که چیزهای مشکل برای کودک میتیم، مثلا از بچگیش مثلا ما هم کافکا و هم دیکنز و هم دوما و هم سعدی و هم بستان و هم گلستان. من فکر میکنم از این جهت اگر تربیه سر شود اگر خیلی خوب بود. اما ببینید که ما 60 ساله هم میشیم، 80 ساله هم میشیم، 70 ساله هم میشیم، اما همه وقت از دایره الفبا نمیبریم برادر. چرا است؟ چون همه کار را سبک میکنیم، چون به خود باوری نداریم، چون فکر میکنیم که به عقل ما نمیگیرد. اونا باید یاپنی ها فکر کنند، نمیس فکر کنند، انا اون فیلسوفی نمیدونم یونانی باید فکر کند، اما ما نه. از این جهت هیچ هم ساخته نمیتونیم، از این جهت هیچ هم استحصال کرده نمیتونیم، چون باوری داریم که اینا باید دیگر را کنند و ما همون صفی 8 و 7 و 9. بفهمید. همین خود کمبینی در یک ملت از کجا پیدا میشه استاد؟ یعنی چه چی شموریدن واقعا در ما خیلی زیاد است، مثل که میگن حتی بزرگان داریم در زیویی هستن، فرهنگی هستن، میگن ما مثلا بگیریم 100 سال پیشمون، میگن ما هیچ کس نبودیم، روسامون آدم کردند و ما بچه‌مون باید در فلان جا بخونن بعد آدمی خوب میشن، و یا نمیدونم در نظر اول خودشون خیلی بزرگ میگن، یعنی میگن ملت بزرگ است، و میان میگن نه ما چیزی نداشتیم یا چیزی نبودیم، ما رو فلانی ها آدم کردن یا فلان ملت ما رو آدم کرد. همین خودکمبینی و ایمونیتیتی مقاومت نداشتن، همین کلمه ملت های مقاومتی شروع شد در دنیا امروز بعد واقع های اوکراین، از کجا شروع میشه؟ ای از نخوندن است، از کتاب نداشتن است، از فرهنگ نداشتن است، از کجا شروع میشود که یک ملت تمام باورهاش را به خودش از دست میدهد؟ چیزی که شما گفتید که خب نمیتونم دیگه، دستم نمیرسد، این کاری ما ساخته نیست، و به یک ملت تیارخور تبدیل میشود، یعنی هر چیزی که براش میتن اونا میخرد استعمال میکنه، و در فکرش هم نیست که خودش باید با بشریت با دین و چیزی بیتیه، یا حداقل زندگی خودش تغییر بیتیه. مثلا ببینید اینجا چیزی مشکلی نیست، در اصل اون چیزی که شما سوال میتید پرابلمی مشکلی نیست، در لیر همه چیزی که ما حل میکنیم، هر پرابلمی که ما امروز داریم، همش ببخشید من، همش 2 جمع 2 4 است، اصلا پایش 2 جمع 2 4 است. ببینید مثلا رحمانینوف میگفت که زن باید هر صبح برای شوهرش 3 کلمه گپ زند، تو گینی، تو گینی، تو گینی. همین
وقتی که ما باغچه کودکان میریم، هر کاری که میکنن، هر کاری که با ما میکنن دلیل ما پس میزنن. بعد ما میبینیم مکتب، هر کاری که ما در مکتب میبینیم ما پس میزنن. تو هیچ کس نیستی، آینده تو ترمه، آینده تو فلان، تو آدم نمیشوی، بر پدرت لعنت، تو خری، شما آدم نیستید، شما آدم نمیشوید. ای چی ملت های، ای چی آدم های. میفهمید؟ هرچند که میبینی که معلم خودش انسان نیست، اما هر کاری که میکند، هر قدم گیش نکته میستند، میگه تو کسی نیستی. میدونید؟ از دوری تولد شدنت تا مردنت، هر کاری که با تو میکنن میگه که تو انسان نیستی، تو حقوق نداری، تو آدم نیستی، تو کی، تو چی. میفهمید؟ این عادت شده است. میفهمید؟ مثلا مادری یهودی پیش از همه کاری میکند که فرزندش خودش اول انسان حس کند. میفهمید؟ حرمتی فرزند نوابسته، دو ساله است، یک ساله است. یک روز با یک دوستی انگلیسی من زن بود، من خانهش دعوت کرد و کودکی دو سالش همین نزدی ما میشیش، ما قبل میشتیم میشیش تو با قاشق، با قاشق آهنین روی استاد میزد، چنان عصبی میکرد مرا. من میگفتم این زن نمیکرد که بچهش من نکن این کارا. در حضور مهمون، در حضور شما، در حضور من مهمون. بله، تق 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 میزد بالا استاد. من انتظار، من گفتم نمیتونم، خیر فرزندی کس هست. دیدم که اون زن خیست، رفت یک پلاتین سه گرفت، آرتگی هم قاشق ماند و باز گپ صحبت دوام دادیم. نگفت نکن، من نکرد، اما پلاتین سه ماند. وضعیت تغییر داد. بله، وضعیت تغییر داد. میدونی چی علمی خوب بود برای من؟ مثلا وقتی فرزندی تو هست، تو پیش از همه علم از خانه میبرد. دلیر جان، وقتی تو بچه‌ت میگی تو ناکسی، بر پدر دانت فلان و فلان فلان، و از همون کودکیش دیگر خودبینی ندارد، دیگر از همون کودکیش میگه که من کسی نیستم، برای که مسئله من و مادرم حل میکرد، مسئله من و پدرم حل میکرد، مسئله من و مادرم معلم حل میکرد، مسئله من و حکومت حل میکرد، مسئله من و رئیسی محله حل میکرد، از تنی من تصمیم میگیرم. بله بله، من دیگر کیم؟ خب انتخابات رفتن نتونم برای که بجای من انتخاب کردن، اینجا رفتن نتونم برای که بجای من گفتن، کار میرم بجای من حل میکنن، من اونجا میرم بجای من همه چیز حل میکنن، هر جایی که من میرم، هر جایی که من هستم، اونجا جای من نیست. میفهمید؟ اونجا جای من نیست، برای که از من کسی این چیز نمیپرسد. میفهمید؟ یادم باشد اگر به نزدیک من یک چیز خواندم، شاید این متریال نو نباشد، اما به هر حال خیلی عبرت آموز است. در یک محله، در یک دهه دوردست ژاپنیا، راه آهن میگذشت از اونجا، و از بس که چیز معنی نداشت دیگر پاییز رفتن، مسافر نداشت، اون راه باید میبستن. اما یک دخترک سنفی دو از همونجا با هم پاییز درس میرفت. میفهمید؟ همون پاییز من نکردم، تنها به خاطر یک دختر، دخترک سنفی دو که باید درس میرفت. میفهمید؟ حرمت تیات از همونجا میبرد، خونده از همونجا باید جفان قدرت باشد، سانی از همینجا میبرد، از اون حرمت و احترام اون بچه، از حرمت و احترام کودک. دین دختره که من اومد از مکتب، برای 13 سال دختر است، بر اومد از خاری مکتب، کمیسی اومد از چیکار کرده است، خار بر اومد است، دیرکتری مکتب اومد است، از کتفش کشید است دختره، در پیش تمام مکتب بود است، درشبه اینجا بود است، زد است دختره، تمامی مکتب نگاه کرد، میگه دخترم از اون چی میماند. من بعد از این صحبت شما حتما حضور مکتب میرم پیش از همه.
استاد همینجا میبخشید همونجا وقتی که اونا مثلا همین کارا کرد ولی کسی از داخل اعتراض نکرد همین در چیزی عمومی ملی چخیل همین مثلا دیدی شما چی است چرا همین خیلی میشود مثلا کسی به هیچ واقع دیگر واکنشی نمیکند ما در بیرم صحبت کردیم یعنی حتی افسوس نمیخواد نمیگه که کاری حتی به زبانش نمیگه کاری بد شد همین ایمونیتیت همین چیز چخیل از ملت گرفته میشود ببینید من نمیدونم این چخیل گرفته میشد اما اون اگر که گوییم که در باید صحبتی که از این پیش داشتیم دلیر بدبختی ما در اون نیست که مثلا بسیار کارهای شده است که مثلا ما جشن میباشیم دهان با نمی کنیم خب معلوم برای چی دهشت در این نیست دلیر دهشت در اون است که حیران نمیشیم دیگر هر اینفرمیشن بدی که میشنوی حیران نمیشیم اول میگوییم ای وا نه آخه ممکن نیست چخیر از کدام جهت برای چی این کار کردن آخه ممکن نیست این قانون است فلان است بیمانان است آخه از روی آدمگری نیست این چیز اما عجیبش این که من این خودم در خودم رو بیز میکنم حیران نمیشیم دیگر هر اینفرمیشنی که تو میشنوی تا چی درجه دهشتناک باشه میگذاری میری گویا ندیدی گویا نشنیدی همون زمان از ذهنت از خاطرت شوشته میشد نمیقپد نمیایستد دو روز سه روز فکر نمیکنی چی باید کرد چی شد از چی سبب شد برای چی این شد انا دهشت در کجا دلیل که دیگر حیران نمیشوی که مثلا فلان آدم بیگناه فلان کار شد یا فلان آدم کاری بد کردن یا تهمت کردن میفهمید بدترین چیزی که با ما شد دلیر بدترین چیزی که شد نه اقتصادیات نه معارف نه فرهنگی که دیگر من نمیدونم از این پایان تر کجا رفته ممکن است اینم باکی نیست بدترین چیزی که با ما شد این بی‌تفاوتی است دلیر میفهمید یعنی به همه چیزا به طرف شدیم استاد به تفاوت شدیم اتفاقی نروجدی نیبیس پامش نیست میگن ده میفهمید یادم باشد اگر در پسیکالوگی یک اکسپریمنت عالی بود نامش اکسپریمنت شستی ابیزیان شش مایمون در یک خانه جا میکنن و در کنجی خانه بنان میویزن وقتی که این میمون رو میبینن بنان خب تلاش میکنن براش همین که سوی بنان رفتن اکسپریمنتات رو میدارن و آب میزنن و میزنن و هر وقتی که باز اکسپریمنتات رو برامدن از اونجا این میمون رو باز میشن حجوم میکنن به اون باز میبین آبی خلوم میزنن باز میزنن بعد از اون خانه یک میمونه میگیرن و میمونی که الکه میداند که بنانا ممکن نیست رسیدن میمونی نو میبرن اون میمونی نو خبر ندارد که ممکن نیست این میمونی نو میبرد که بنان هست و اینا نمیرید میرد نزی بنان که اینا اون میمونه میزنن این شش پنج میمون اون میمون نمیداد داره چی میزنن اینا باز میرد باز این پنج نفر میزنن برای که خواهرشان هست که برای این عملشان ضربه میخورد از اون میمون هایی که میدانن باز یک تشن میگیرن و میمونی نوه وارد میکنن اون میمونی نوه میبیند که بلن هست اونجا میرد این پنجمی که نوه هست برابر این شش نفر پنج نفر اینه میزند هرچند که این میمونی نوه خبر ندارد برای چی میزنن و همین خیلی یک تا ایواز میکنن و شش میمونی دیگر بنان نمیرسن حتی نمیدونن برای چی حتی بدون که اون آبی خنک بزنن و بزنن نمیدونن شرط نیست
این چیز پسیکولوژی است که از یک پکالینی به پکالینی دیگر وقتی که توی زده 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 میبیرن من و شما امروز دیگر ریاکسی نداریم. تمام شد اون چیزی که قبلا هم دیگر تمام شد. میفهمید؟ اون ریاکسی گم شد. ما نمیدونیم برای چی از چی میترسیم. ما نمیدونیم برای چی گپ نمیزنیم. برای چی یک چیز مقاومت نمی کنیم. برای چی نمیگیم که ای برادر این چی گفت از قانون است اینجا این است این کانستیتوس است آخر این فلان است بیمدان است ممکن نیست این کار نمیگیم حتی فکر نمی کنیم چون برابری هم میمون هستیم میفهمید وقتی که دختری 13 ساله از بین تمام مکتب میگیرن و میپرتوین یک طرف برادر دیگر ها این همچون چیزی عادی قبول میکنن این حق چون... داریم با مرخ مناسبت کنن بله آخه برای که من نیم خیرت این زدن من نیم برای که من هم میتونستن این کار کنم یا شاید دهشتتر از همون معمولی افته که حتی ممکن است گوید همین درست باشد دیگر بخواست شما قبول کنم برای که هر روز زدن هست در مکتب هر روز زدن هست مثلا وقتی که من در مکتب میخوندم دلیر مکتبی سویتی مکتبی بنای مکتبی رقم 53 شهر دوشنبه مکتبی الیتنی شهر دوشنبه بود وقتی که یکم کس بچه گناه میکرد تمامی سینف مجبور میکردن در لینی که برامدم با هم سینف خودم رو توف کنیم تمامی مکتب مثلا کسی یک کار کرد نمیدونم یک گناه کرد تمام میبروردن بچه نزدی تمامی هزار کس خواننده و تمامی مکتب با یک آواز میگفت های فی تو های فی تو باز یک معلم داشتیم نارکالایف و همچون دیریژور کار میکرد که ما باید گیم های فی تو های فی تو اما هم سیمفونش باید میبرومدن توف میکردن برای یک گناهی که مثلا اصلاح شونده بود برای اینکه مثلا معلم میتونست یک با یک صحبت کنه گفت بچه‌ها نکن این کارا آیندهش خوب نیست یا که این کار کردی این ضرر میبینی و شما امروز میگیم برای شما ریاکسی نداریم البته ریاکسی نداریم برای که ما همون میمونیم همون میمونی که خاطرش نیست که چی بود اما میداند که برای هر کاری که میکند برای رفتنش برای بودنش جزا میگیرد فهمید. برای همیشه بودنش شما هیچ نرسید اما میدونید که برای کیم چی باید شما جزا گیرید اون کویتانس ده برای آب میبیاد برای آب یک بچه یک میبیاد در دفتر میزند و میگه که سلام علیکم اکبر حالا که میلرزی نمیدونی برای چی میلرزی بفهمید برای سویت میبیاد نمیدونی برای چی پیشش خودت گم میکنی برای چی پولت حساب کرده نمیتونی دستش بود میدونی که وای که فریب کرده احساس میدونی که تو میلرزی نمیفهمی برای چی به در محکم میکنی و فکر میکنی برای چی شد این همون من پسیکولوژی میمون است نمیدونی برای که اون ترس الله که وارد گن شده است اون طبیعتی تو شده است اون ترس و از این چیز خلاصی بعد از شاید یک پکلی نگر شد اگر برای ما کار ما آمد یک چیز از مکتب شورای گفتید من یک سوال دارم این رابطه در ذهنم پیدا شد ببینید استاد وقتی که کتاب های همون زمان شوروی را ما میبینیم همون نسخه نشر 100,000 200,000 یکی ادمی که به همون دوره نوستالژی دارن یک افریا دارن میگن که یک ملت بسیار فرهنگی بودیم بسیار کتابخون بودیم بسیار وای بودیم همینا زیاد تعریف میکنن برای در ذهن من یک چیز فقط میاد که چیتاو شد این ملت که مثلا این قدر داشت نه استاد من احساس شد اومد در یک سال همدیگر شخورد مثل حداقل 10 سال نگذشته یک سال همدیگر شخورد همه... اون وقت قالبی فکر میکردن که یک خیلی فکر میکردن که مثل تجربه گفتگی اتون بود استاد ببینید دلیر یا هر کسی که میخوند خواننده همی روز هم هست دیروز هم بود من نمیدونم از همون پتاکی من از سالی که من مکتب رو تمام کردم من قریب یگان دوستی ندارم که کتاب خوان باشه من حتی میدونم دوستای نزدیکم که در حیاتش یک کتاب نخونده است هرچند که دیپلم دارد میدونید بدبختی مکتبی سویتی فقط در یک چیز بود که تو باید همچون توتی تکرار میکردی
یعنی که فکرتا نباید فکری توی هیچ کس نمیپرسید، نمیگوید که برادر عزیز انا تو گلستان خوندی، خب انا سعدی نویست، فکری تو چی هست در برای این چیز، تو چی فکر داری؟ دوست کمی برام درس زبان ادبیات همه برابری همه تا جهان بود اثر یادم فراز کس نبود از راهی دانش بینیاز چی را پنج چی گفتی مضمون تو چی گفتی تو در چی مضمون دارد برای چی سبب است هیچ کس نمیپرسید برادر هیچ کس انشا همه از هم دیگر می نویست بهار مثلا موضوع بهار بهار چی کلمه زیباست همه یک بهار چی کلمه زیباست مادر چی کلمه زیباست می فهمید تو چی نویسی اینش از این اینش از این اینش از این تمامی سیم یک انشاء می نویست دستش می داد اگر یکان کس یک جمله دیگر اضافه می کرد خب هم تمام دیگر برای هیچ کس هیچی مهم نبود که تو چی گرفتی از من از تا حال دلیر تا حال من دو دیپلم دارم یا 10 سالی مکتب خواندم دو دیپلم دیپلم دوشنبه تاجیکستان و دیپلم مسکو دارم از من یک کس نپرسی که تو شخصا درباره همین موضوع چی فکر داری؟ سیستم مشکلی داشت میفهمید چون ببینید من گفتم که من دیروز با یک رفیق صحبت داشتم و گفتم وقتی که شما میگید ما مکتب شوروی خوب بود و فلان و بهمدان بود برادر این مملکتی که امروز ما ساختیم این همون بچه های مکتب سویتی است همین اقتصادیات و همین فرهنگ و همین علم همین اکادمی علوم و اتفاقی نویسنده هاش و تئاتر هاش همش ساخته همون بچه هایی با فرهنگ اگر اون فرهنگ باشه این چی معنی دارد؟ میفهمی؟ چون همه چیز قالب بود فکری تو با کسی لازم نبود تو باید از روی کنسپکت جواب میدادی باید میشتی کنسپکت می نویستی بعد از روی کنسپکت کلمه با کلمه جواب میدادی مثلا فکر تو درباره همین مثلا سیتاتای لین چی هست تو سیتاتای باید گویی معنی نه این شعر چی معنی دارد شاید در فاکولتی و زبان و ادبیات یونیورسیت اینا میگفتن اما در مکتب نه در اینستیمونی یگان درس فکری تو مهم نبود فکری شخصی تو مهم نبود چون قالب مهم بود تا جهان بود اثری آدم فراز کس نبود از راه دانش بینیاز مردمانی باید بخردن در زمان راه دانش رو به هر گونه زمان تمام گفتی شد چی معنی داد بخرد کدام زمان از کجا کی کی برای چی جوشن است مهم نبود گفتی رفت زچاد گفتی بهات 5 گفتی اتیستات میگیری میفهمید از این جهت امروز ما آمدیم و میبینیم که هزارها سرسفید بی‌سواد پیدا شد هزارها سرسفید بی‌سواد که حتی اگر از اگر که دیکتانت صنفی 6 گیرد اگر 2 میگیرد چون علم و فکر معین مهم نبود میفهمید تو باید همچون پیانیر دست میبرداشتی همچون پیانیر دست میبرداشتی هم کمسامو در چی فکر داری برای چی میگوی مسئله ایم نه بفهمید رژیم اصلا اتفاق سویتی گولاگ بود بفهمید گولاگی که سیماش معاین نبودن سیمخارا معاین نبودن اما سیمخار در باریدی ما بود چون Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Аз ин джихад, мамигом, аз ин джихад, ин на
قزاقش، نه قرغیزش، نه تاجیکش برد کرده نمیتوند، چیزی استحصال کرده نمیتوند. برادر 19 میلیون قزاق در قزاقستان چیزی استحصال نمیکند. بالای طلا خواب است، بالای نفت و گاز خواب است، اما قشاق است. بفهمید اوزبیکستان چیزی همون چیزای سویتی پخته تمام، چیزی که زمین میدید استحصال نمیکند. چرا؟ تاجیکستان 10 میلیون اهالی چیزی استحصال کرده نمیتوند. چرا؟ هم مگر این همون بچه های سویتی نیستند؟ همون بچه هایی که دانشمند ما کتابخوان بودیم، کتابخوان نبودیدن برادر. خب شما میتونن دروغ بگن، میتونن ابوبکر به دروغ بگن، میتونن بچه جوان به دروغ بگن، اما من به چی دروغ میگیتم؟ چون من دیدم، من هر روز با اونا هم صحبتم، یا مکتوب مینویسن یا وا میخورم یا صحبت میکنم که از دو دهن گپشان دیگر حذر میکنی، چون همون بچه های صنف 9 هم از همون دایره صنف 8 و 9 ده نمیگم، از دایره صنف 8 و 9 بیرون نشدن دیگر، هرچند که همه دیپلم گرفتن، هرچند که دکترن و عالمن و اکونومیستن و دیگر و دیگر و دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. نه برادر، قالب شوروی قالب بود و همه زیر قالب میکرد. استاد یک موضوع در از همه چیزی مهمی که از ما بر خط میبندیم این موضوع، از همه چیزی مهمی که همه وقت کوشش میکرد که تو باید وقتی که من که جنگ میکنم باید همه مقابل تو باشد. همه یعنی که تو دشمنی صنف، دشمنی پارتیا، دشمنی کمسامول، دشمنی پیانیر، تو همه وقت یک دشمنی پیدا میشه که تو تمامی صنف یا تمام مکتب باید مقابلش میشه. میفهمید؟ همه وقت چیزی بود، کسی بود که ایزگای میگن، ایزگای میکردن، یا همه کس در صنف باید رو میگردوندن یا تمامی مکتب باید روش توف میکرد. میفهمید؟ یادم هست دلیر، یادم هست وقتی که من کودک بودیم، دلیر جان خب بچه 5 ساله 4 ساله چیکارم کرده میتوند؟ امی یسلی میرفتیم مثلا کسی جگهش تر میکرد، کودک روزانه شما میدوند چیکار میکرد؟ سپیتاتیل و سپیتاتیل میامد از موی سرش میگرید همون بالای جای تر کردگیش با روش میزد. همه می دیدیم این چیزه، همه خب گیره می کردیم، اما می زد. بعد هیچ کسی جا برامده نمی تانیست، چون می دانیستیم که می زند. می دونی وقتی مادر و پدر ما می رفت، ما می دیدیم که ماری ایوان و نینا وسیلینا چی کار می کرد با ما، چی حقارت ها می کرد. مثلا مادرم دیر می کرد از تیاتر دیر میکرد و من ساعت پنج و نیم میگرفت. چون میدید چی اخوارات های من میشنیدم کودک 5 ساله. بعد از من چی میروید؟ اون ترسی من که من 63 بدار اومدم، خالی اون ترسی صدیق از من نبر اومده است. چون میدونید ترسی مکتب از من نرفته است، ترسی اونی که من میریسه میبینم در کوچه لرزن میگیرد، چون گناه ندارم اما گناهکارم. میفهمید؟ اون گناه واردی من، شخصیتی من با منی من با همراه من ترس وارد است. هر کاری که نمی کنم، من حتی روزنامه من می نویسم می ترسم. من عادت روزنامه نویسی دارم، شما می دارید؟ بله بله. می نویسم می ترسم که خود یک کس می دارد همینه می خواند، یک کس می بیاد اینه می گیرد، یک کس می دارد و سمکه منه می دوزاد و می رد می خواند. من چی کار می دارید؟ خانه تنها می ترسی، در خانه خودت که با جای آرامش باشد. بله، جایی که آرامش تو از جایی که قلعه تو است، اونجا می ترسی که هر زمان در تختر می شد. یک کس می بیاد چاگری بر پدر لعنت. میدونید بلکه تو هیچی گفته نمیتوانی، تاکسیست به هیچی گفته نمیتوانی، گایشنی به هیچی گفته نمیتوانی. الان به آدمی که از پیشت میبیند یک بچه دمیده میبرد از ماشین، هی افغانی جا بیایی دکومنت ها نشون میتوانی، چی کنی چی کجا رفتی، هیچی گفته نمیتوانی، میلرزی، نمیدید تو کی برادر. میفهمید؟
این همه از همون مکتب است، این همه از همون یسلی و از همون اونیورسیت و از همون مکتب ها هستند. برای همین مردم ناموس ندارد، برای همین گپش گفتن نمیتوند، برای همین مقاومت کردن نمیتوند، برای همین گفتن نمیتوند که ای برادر قانون، ای برادر پتگیر از بالای دستر خانی من. میفهمید اون روز من با شما صحبت کرده بودم که من گفتم وقتی چای می نوشیم همه وقت یک انگشتی کسی در اون پیاله من است. میفهمید؟ گفتن نمیتونیم که پیاله انگشت نگیر. هر وقتی که ما سری دسترخان میشیم پای کسی بالای دسترخانی من است. گفتن نمیتونیم که برادر پات از دسترخانی من گیر، از کاری من گیر، از اندیشه من گیر، از اندیشه من گیر، از زندگی من خودت دور کن. گفته نمیتونیم، برای که همون حدود مرز دیگر گم است، مرزی دلیر گم است، مرزی برزو گم است، مرزی دختری من علاقه گم است، برای که هر کس میتوند همچون لطه ای تیگی پا از بالاش گذارد و نگاه هم نکنند. بفهمید؟ این فاجعه است برای ما. نه کتاب میخواد بلا بپزش کتاب نخوند، اما موضوع اتیکی اخلاقی مهمترین از اون چیزی که ما سر کردیم دلیل، موضوع اخلاقی مهمترین موضوع ملتی ما باید باشه. بفهمید؟ شما میگید اخلاق تغییر کنه، اول اخلاق. مثلا هر وقت در خارجی که من میبیام، مثلا در اکادمی الماتا هست، در تاشکند هست، در بیشکیک هست، در دیگر جا هست، در دیگر جا هست، من میگم برادرها از ایتیوت ها و از علم اکتیاری اول درس سر نکنید، اول از درس اخلاق سر کنید. چونکه پگاه این آدم که تئاتر آمد بگذار هنر داشته باشد اما اخلاق نداشته باشد، اون از صحنه چی میگوید بر اون تماشا بین؟ اگر فکر خودش نباشد، اگر انالیز خودش نباشد، اگر که خودش نداند، اگر که تربیت نداشته باشد، اگر اخلاق نداشته باشد، اگر نتواند یک موضوع انالیز کند و خلاصه خودش را برآورده تواند، اون برای تئاتر چی لازم است؟ بگذار اکتوری خوب باشد. مثلا ریچارد سی میگیریم، اگر من نداند که در دنیا چی گپ است، خوب چی است و بد چی است، دین چی است و بیدینی چی است، سفید چی است و سیاه چی است، چیز از مثلا سیاه از سفید چی خیلی باید فرق کرد، بد از خوب چی باید چیل حال کرد، اون چی لازم است برای تئاتر؟ اون مکتب بچه ای که از 10 سال نزدی شما میخواند و بعد آدم که نباید بهتر ببرد، اون اونیورسیت میراد و دیپلوم میگرد، حاجت چی است از اون اونیورسیت رفتنش؟ سلام و علیک ندارد، از جا خیستن ندارد، یک حرمتی کسا ندارد، چی انسان است؟ تو همه جا تو یک کودکی مرشود کرد، ای اکا تبخی ایجا تبخی اوجا، کودک برادر همه شید است، همه مصفید است، زن و مرد همه شید است، یک کودک تو میکرد تو بر هر یک ملیسه کوچه که میبیاد باید فکر میکرد که من اوغانم، هر همه وقت یک خر میبیاد و میچسبد، ای ایجا بیا، خب من اوغان مثلا تو چی خود داری من ای ایجا بیا میگوی، کی تو اگه جو مدی دکومنت کجا هی پاسپورت که خریدی پراور کی با تو داد تو چی کار میکنی در بدونی تو چی کار میکنی، خب خارجی هم مثلا من خارجی باشم، من چی فکر میکنم در روی ملت هد، تصور کن که من یک روز با آمدم، تصور کن که من 2 روز با آمدم، من چی میبردارم از این مملکت، چی میبرم، یعنی توی احمق میبردارم، مناسبتی هم دیگری شما میبردارم، حقارت های کوچه ها دارم میبردارم برادرم، برای که یک دوستی من هست بلادر، یک 10 سال پیش خیلی پشایمان بود که من گفت برزو عیب است من در تاجیکستان زندگی میکنم، گفت تو تاجیکی نمیدونم عیب است، من تاجیکی میاموزم، من گفتم خب، بعد از 3 سال من بلادر دیدم، گفتم چقدر تاجیکی چقدر شد، گفت پشایمانم، گفتم برای چی؟ گفت وقتی که من نمیفهمیدم گپی اینو، من نمیدیستم که اینو چی میگن، اکنون وقتی که من فهمیدم من پشایمانم از آموختنم، برای که اینقدر حقارت،
اینقدر که زیشت با هم دیگر میگن این مردم، میفهمید؟ ما حقارت هم نمیشنیم، ما که زیشت دیگر قبول نداریم برادر. برای هم میگم که پایه این دولت اقتصاد نیست، پایه این دولت، پایه هر دولت اول اخلاق است. یک دوستمون خیرالله میگوید که چند سال پیش ژاپن رفتن همروی همه نفرانی که استحصال کننده گوی نفرانی که منصب دارندمون یک گروه، میگه ما رفتیم در یک کوچه چراواکی راهنما همون سویتفار، میگه ما دیدیم که ماشین است، همه چی کوچه خالی است و گذشتیم. میگه اصلا ماشین میگه شاید بعد یک ساعت اونجا گذاره، دو ساعت گذاره، ولی یک کمپیرک ژاپنی میگه در دستش دوتا همون بار خلطه، میگه همه خیلی استودگی، بسیار با نفرت میگه به ما مینگریست و همون باروش وای منتظر که تو سویتفار سبز نشود نگذشت. میگه بعد میشینید فکر میکنید که واقعا درست است، اگر که اخلاق تغییر نکند هیچ چیز دیگه تغییر کرده نمیتونه. ببینید این مثال من هم دارم، در گرمانیا در شهر دیسلدورف من از تئاتر مهمانخانه برمیگشتم. تئاتر در مولهایم بود اما مهمانخانه من در دیوزبورگ گفتنی شهر بود، با اپتوبوس میرفتم میامدم. شب بود، بعد از نمایش و بعد از همه چیز تقریبا ساعت 12 شب بود، باران میبارید، شهرهای گرمانیا تنگ تنگ هست، از همینجا مثلا برای یک ماشین گذاشتن. وقتی من مهمان خانه می رفتم در شهر قریب کسی نبود، آمدم نزد یک سویتفار که یک زن می ایستاد با ویلسپید، از این طرف راه تا آخری اون راه شاید که نمیدونم زیادی زیاد 4 متر باشد، 50 کیلومتر این طرف، 50 کیلومتر این طرف ماشین نیست، چراغک سرخ است. همون کمپیر همون ویلسپید کتی میتونیست تا دوی حساب کنیم میگذاشت، همون استادگی بود. منم آمدم نزدش استادم، تا سبز نشد کمپیر نگذاشت، در کوچه خالی خالی خالی. این از تربیه، این از قدرت، این از پیشرفت. میدونید این از همین از پیشرفت، وقتی که تو نظام داری، نظام اینجاست. میدونید این ممکن نیست، سرخ است ممکن نیست، نظر در علمت ها ما میخیل است. شما میدونید همین سرخ شد ماشین نباشد هیچ کسی نمیگذارد، تا میستی برابرشون، چون آدم آدم را تربیه میکنه، چون محیط توی تربیه میکرد. ممکن نه همین سیگاریت کشیدیو هر جا پرسیدن ممکن نیست، همون ناسا کشیدیو هر جا توف کردن ممکن نیست، همون گپی غلیزت هر جا گفتن ممکن نیست، این کار کردن ممکن نیست. نوابسته میبینم توی یا نمیبینم، کامیرا هست یا کامیرا نیست. کامیرا نباشد اگر شما تصور میکنید تاجیکستان رایدشان به چی میشه، اصلا این کامیرا میترسن که نمی زیر کرده از بلاد نمیگذارن. تو باید اون کامیرت باید درونی تو باشه. خب ما هدف ما موضوع ما همیشه پیگیری همین است که یعنی نابس از اون کامیرا هست نیست مردم خودشان رعایت کنن، نابس از اون ترس هست نیست، نمیشه که با استای زور همشه نمیشود که حل کنند، خودی آدمو باید بیان همین خیلی تصمیم بگیرن حل شود این موضوع. دلیر جان خانه هست برای این، پدر و مادر هست برای این که از اول فرزندش را همین خیلی تربیه کنند، یکی آخر برای که اون خودش تربیه ندارد. مشکل هم در همین است که اون خودش تربیه ندارد، میفهمید؟ یکی باید یک روز از چیزی آغاز شود، همین چیز که علم اول ما از خانه میگیریم، از اون رفتاری پدر و مادر ما میگیریم، از سخن مادر ما میگیریم. برای ما میگیم زبانی مادری، زبانی پدری نمیگیم، برای که از مادر میبینیم همه چیزه، اون رفتاری مادر، سخنی مادر، ششتو خیزی مادر، تربیه مادر، تربیه پدر، پدر با مادرش چه، با بازنش چه صحبت میکرد، با دوستش چه صحبت میکرد، چی بالای دسترخانی تو چی است، بالای دسترخانی تو چی نیست، چقدر باید خیز، چقدر باید شیش، چقدر باید یاردم کرد، چی باید به همسایه گفت، باید پیش درت تازه باشد.
میفهمی این چیز است، از این چیز سر میشد. برای من میگم که همه این سبکیش دو جمعی دو چار است برادر. ما اینه مشکل میکنیم، اما خانه در همون پیاله، از چی پیاله تو چای مینوشی، از این چیز خیلی مهم است. همه چیز از همین سر میشد. دیدی استتیکی تو، تو دیدی ایتیکی تو، اخلاقی تو، رفتاری تو از خانه سر میشد جورا جان. ایمانی تو هم از همو جا است آخیر. دانشی تو هم دانی فوندمنتی دانش تو از خانه سر میشد. اون چه کتاب از خانه تو؟ پدرت چی میخواند؟ مادرت چی میخواند؟ مادرت چی میگوید؟ مادرت چی کار میکند؟ از فرق ندارد جورا جان، مادری تو مثلا کوچه میروبد یا مادری تو مثلا دانشمندی اکادمی علوم است، فرق ندارد جورا. مهم محیط خانه، میدید؟ از این محیط خانه سر میشد. محیط مکتب، محیط دانشکده، محیط کارخانه، محیط دولت، محیط نظام کوچه، سویتافور، ماشین، میدید؟ آخر در گرمانیا ماشین کم نیست، شما سیگنالی ماشین رو نمیشنوید، سیگنال نمیتیتی چکه است. در الماتا شما میدونی چه ترافیک است، از این کوچه به اون کوچه رسیدن تو یک نیم ساعت میرسی، اما سیگنال نمیشنوی. اینجا ماشینت همین یک سیکوند، همین یک سیکوند تو سرخ سبز شد، تو از جاد نجون میدی، هزار کس اون سیگنال یه حقارت است. شما میدونید هزار کس یه حقارت میکنن، گویا همه ایرپورت رفته سراسی من که سمانتشان میپرد. هیچ کس طاقت هیچ کس ندارد، هیچ کس طاقت گپ دیگر ندارد، فکری دیگر شنیده نمیتواند، همه به همه دشمنند. از همین چیز دشمن سازی سر میشد. دشمنی ملت، دشمنی تئاتر، دشمنی ایل، دشمنی فلان، این آدمی ما نیست، این وابچکای، این یورچکای، این فلانای، این شما هر مرکه ای که میشنید همه وقت در روی یک دشمن میشنوید. در باره یک جاسوس میشه نبید، حتما یک از جاسوس هست، هست. یک اگه تی خورجی هست، حتما خواجه خورجی دارد، فروخته شده هست. میدونید حتما فروخته شده هست بدون هیچ دلیل، کوچکترین تحقیق. عادت، میدونید عادت، هر همه وقت بین ما باید کسی دشمن باشد، میدونید همه وقت یک شبهه هست. از همه، از همه یک آدمی که سری دسترخانی ما آدمی نو آمد و شیشت، از وی حتما شبهه میکنه که که هست، میدونید این چیز همه این محیطی ما هست. شبهه، شبهه همه وقت شبهه کردن. نمیدونید دلیل کارگانی کجا هست، نمیدونید ابو بکر کی هست، نمیدونید فلان کی هست، نمیدونید خودت کی هستی. شاید که باید فکر بکنید، شاید که من در حقیقت دشمنم، شاید برادر، شاید من در حقیقت از کجای پول میگود، من کی چیز میفروشم، همه چه بوار میکنه دوستو. آخر فکر میکنی، همه در حقیقت فکر میکنی که آخر شاید میگوید این دشمن هست، این سپیسکی سیاه، نقشه های مهم، نقشه های گلابالی، بازی های جهانی، کیم چی تموم باری ترکا کار میگوی. خب خب در حقیقت دلیر به خدا باور کنید، من فکر میکنم خب اگر من به پول میدادم، میکنم من جنابی عبدالرزاق شما من چکل که یک از گفت با دلار فروخته شده است، با دلار فروخته شده است. من گفتم اگر که من دلار بیارن و گفت که عبدالرزاق، جنابی عبدالرزاق خیلی گویت هم نمیدونم سیرهای دولت، من آخه از کجا میدونم سیری دولت اصلا چی رو میفروش آدادم. بله بله، من نمیدونم چی رو فروخته هم که برادر یک کسی زمان جنابی من نیم من من خودم هم میگم که برادر من نمیدونم که چیه، من باید فروشم، کی بفروشم. من میگم تاجیکستان بیا بعد از دو روز همه چیز خودت بفروش. استاد جدی چرا همین فکر داریم و چرا در موم، چرا همین فکر در ذهن ما پیدا میشه؟ فکر من دشمن سازی، برای که ما از تفکر ما سویتی بودن نرفته است، این ماند اون مکتب فکری ما از دایره سواک بیرون نشدیم، بیرون نشد و بدبختی هم داره این است که ما از این دایره بیرون شده نمیتونیم. دشمن سازی شوروی است برادر. همچنین درباره اطلاعات ها گپ میزنید،
و در زمان شوروی یا همون دوره با همه بدبختی ها و کمبودی هاش شخصیت هایی بودن در این کوچه های مرکزی و در این شهر رو. وقتی میگن میگذشتن کسی با آنها پیروی میکرد، کسی لباسی آنها را، سخن آنها را، ولی چرا در این دوره دیگر نداره؟ شما میدید شوروی به این دخل نداشت. خب فرض کنیم که ما نمیگیم که مکتب شوروی اونا را اونگونه تربیت کرد، خب از مثل استاد شکوری و دیگر رو از خانواده های بودن که گن به گن اولا استاد عینی و مثلا ترسوزاده و بابا جان غفور و دیگر اینا، بله بله استاد ترسوزاده اینا از خانواده درست درست که از بیا بودن، ولی چرا در این زمان دیگر نشد؟ یعنی در این زمان دیگر ما نداریم این گونه شخصیت ها، این گونه الگوها، این گونه اتلانه که سخنرانیش تقلید کرده شود، لباس پوشش تقلید کرده شود، خانه داریش یعنی دسترخوان داریش تقلید کرده شود. گفتید که در کوچه برود کسی بیاد بود آقا من مثل همین باشم. چرا این گونه شخصیت دیگر نیست در این کشور؟ ببینید در لیر اگر زمانی شوروی گیم، اگر مثلا وقتی من از مکتب می اومدم، از مکتب 53 پیاده می اومدم تا خانه، و انا برنامه ایساکا گذاشت، انا شایسته ملا جانا گذاشت، انا استاد ترسنزاده از ره گذاشته ایستادن، انا استاد جلال اکرامی، انا استاد، می دونید قدر عجیب بود، انا برهان رجب گذاشت، انا عطاک گذاشت، انا طاهر صابر گذاشت، انا کیمیاگر بود با فلان که صحبت کرده رفته ایستاده است، انا زهر جان دوست مهدف، انا با احمد بابا قول، انا فضلالدین محمد دیو، میدونید خیلی عالی بود. اما اون جوی با اون دریایی که بود تمام شد، باید تمام میشد، چون اونا فرزندای شوروی نبودن، اونا از بخارا بودن، مکتبی بخارا خوندن، مدرسه های بخارا خوندن، سمرقند و بخارا و از اونجا ها بودن، شوروی بدبختیشان بود، همچون اولغزاده و لاتی و همچون عینی بدبختیشان شوروی بود، ناآمدشون شوروی بود، اما زندگی میکردن، اما کار میکردن، اما همون فرهنگی سمرقند و بخارا و هزار ساله که داشتن در وجودشان بود، نگاه میداشتن، برای که غروری تاجیکان نداشتن، غروری آدم ها، آدمیت گم نبود. میدونید بعد از این ببینید در وقت من میگم که دلیر جان یه دست علمم، تربیم، اخلاقم، دینم، تئاترم، این استفیت است. پدری من دستی من میتوند، من دستی فرزندم میتوند، فرزندم میگوید که بابای من این خیر بود، بابا کلانی من این خیر بود. ما این کار را نمیکردیم بچه هم، در اولاد ما این کار نیست، در اولاد ما حقارت نیست، در اولاد ما بدین بودن عیب است. بچه‌م تو میدونی نماز خونی نماز نخونی، اما خدای فراموش نکن بچه‌م، چون هست بره. چون فرشته دستی راست کتی راست چپ هست، چون دوزخ و جنت وجود دارد برادر. میتونی کمونیست باشی اما این فراموش نکن، چون اگر این فراموش کردی آدمیتت هم گم میکنی. فهمید این استفیت هایی که مثلا استاد ترسنزاده و استاد ساتیمالوزاده و جلال اکرامی و مثلا استاد حاجی قل رحمت اللایف و مثلا استاد طاهر صابی رو می آوردن، اون گم شد من، چون از دستش نبود کسی که گیرد و برد. می فهمید اون جویبار قاق شد. من همین تابستان کران رفتم، کران بالایی که در درواز است، بالای بالای کوه رفتم. وقتی صحبت میکردیم با اون اکادمیک یوسف بله، من گفتم استاد چی شد که از اینجا مردم رفت؟ نشان داد بالای کوه، گفت دیدید از اونجا یگونی اورید، از اونجا گفت آب میامد، آب قاق شد، این آب خشک شد، خشک شد، گفت دیگر مردم آب نداشت، از اینجا رفت. اون دریاچه‌ای که
هزار ساله ها آمد، سال 70 و 80 خوش شد. جره جان این حاضر تاجیکستان کران است، چون اون استفیت دست به دست آمدن، چون استفیت گم بود، برای که هر عقلی که داشتیم سال 37 کشتن، از این پیش سال 20 کشتن، بعد کشتن و کشتن و بعد زبان گرفتن و بعد خط گرفتن و بعد ناآدم کردن، و امروز ما اون منکورت های هستیم که دیگر دانش نداریم. نه تاجیک بودن ما معین است، نه روس بودن ما معین است، نه ما آدم اصلی 21 بودن ما معین است، نه کی بودن ما معین است، نه راه ما معین است. میفهمید؟ از این سبب ما این تابستان منکورت ماندیم. میدونید منکورتی 100% امروز مایم، چون نام خط و زبان و علم و فرهنگ و عالم و تقدیر همون گم. همچون یک زیایی پیشتر از هم، همچون یک توجیک، یک نفره که واقعا میبینم دلتان قلبتان برای این ملت، این کشور، این سرزمین میسوزد، چی پیام، چی اندیشه دارید مخصوصا به دوستداران کتاب، عاشقان کتاب که در تاجیکستان و سراسر دنیا تاجیکانی که زندگی میکنند؟ شما بدید ما پیش دلیر شد جهانی بود که من میرفتم هر جا میرفتم و دیگر پروا نداشتم، و میسوالی که من از زمین تاجیکستان کنده میشد من دیگر اون طرف بودم. و یک کار شد، من صبح کتابی قرآن میخواندم، آنجایی که میگد که من چما از گیل ساختم، از قطره خون، ناگهان یک درونی من یک تبادلات شد. دلیر من خودم هم ماهی لساسیز کردم که در اقیانوس شنا میکنم، و ناگاه استادم. من در حقیقت ماهی بودم همون زمان، ناگاه ایستادم و ترمز شد. یک شاکی بود برای من، گفتم چی شد بابا؟ فهمیدم چی شد. من میخواستم وطنم گردم، من خانه خواستم. هرچند که پیش پرسپکتیو زیاد بود، ما باید اروپا میرفتیم با خانومم، اونجا کار بود، اونجا دیگر چیز بود، اونجا انتظار بودن، دو تیاتر من انتظار بودن، اما من گفتم میرم خانه. شایره گفت آخر که انتظارم، من گفتم میرم خانه. و حس کردم که هر جا که نیستم، همین 5 سال آخر همه وقت منتظری خانه آمدنم. خانه من همین وطن است. همین از ایرپورت میپرم تا شهرینه و تا خوجند و تا درواز و تا ونج و این طرف تا شهرتوز، همه یه وطنی من. دیگر چیزی نداریم برادر، زمین کلان است، اما وطنه که ما یک پارچه خیلی خیلی کوچک که در گلوبوس حتی نمیخوام چند قریب، دیگر چیزی نداریم برادر. من، شما، ابو بکر، پدری ابو بکر، مادری ابو بکر، دوستی من، فرزندی من، نویرهای من، پدری شما، همین نیم دیگر، همین قدری برادر. برای من فکر می کنم که ما باید خیلی هم دیگر احتیاط کنیم و از پس آبادی هم مملکت شدیم، از پس فرهنگش، از پس علمش، از پس فرزندام، از پس پدیزی که ما می داریم می باریم. پیش لبی در همه آب می زد برای که عیب بود، افهمید؟ حاضر آب نمیزنیم. من میخوام که ملتی ما یک روزی شود که خودش فهمد، خودش به دست گیرد، گوید که آخر دیگر چی دارم من؟ همون درختش شناد، پدیزش آباد کند، کارش آباد کند، فرزندش تربیت کند، بعد از 10 سال این مملکت خیلی مملکتی عالی میشد. الهیم که صلح باشد، الهیم جنگ نشد، الهیم که همدیگر را دوست داریم و حرمت همدیگر را داریم. دلیل عزیز،
این برنامه کتابخون بود، تا برنامه آینده در حفظ پناه خدا باشید.